برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. منابع آگاه در نیجریه اعلام کردند که سنی‌های تندروی داعش دست کم 47 زن را در ایالت برنو در شمال شرق این کشور ربودند. شهر شوهومادا رهبر یکی از گروه‌هایی که با داعش مبارزه می‌کند به خبرگزاری فرانسه گفت این زنان در اردوگاه‌های آوارگان در انگالا در نزدیکی مرز کامرون در حال جمع‌آوری هیزم بودند که توسط داعش غرب آفریقا محاصره و ربوده شدند. وی افزود شماری از زنان توانستند از دست تروریست‌ها فرار کنند، اما شماری نیز توسط داعش ربوده شدند. گفتنی است این اولین باری نیست که سنی‌های تندرو در نیجریه دست به ربودن زنان و دختران می‌زنند. با نزدیک شدن به پایان فصل زمستان در نیمکره شمالی، سازمان ملل متحد در مورد گرم‌تر شدن هوا در ماه‌های پیش رو هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان جهانی هواشناسی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 15 اسفند در بیانیه‌ای پدیده آب و هوای النینو که در دسامبر گذشته به اوج خود رسید را یکی از 5 مورد شدید این پدیده خواند که تاکنون ثبت شده است. بنابر پیشبینی نهاد بین المللی، دمای هوا در تقریباً تمام مناطق خشکی در بین ماه‌های مارس و می بالاتر از معمول خواهد بود. سازمان ملل پیشتر نیز هشدار داده بود که سال 2024 تحت تأثیر پدیده النینو احتمالاً گرمتر از سال گذشته باشد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مسئولان بهداشت عمومی که در تلاش برای کمک به افراد متواری از آتش‌سوزی‌های عظیم جنگل‌ها هستند، باید به سلامت روانی ساکنان مناطق نزدیک به آتش‌سوزی‌ها نیز اهمیت بدهند. به گزارش CNN، آتش‌سوزی جنگل‌ها تهدید مستقیم و آشکاری برای سلامت جسمی به شمار می‌رود. اما انجام تحقیقی بر بیش از 7 میلیون نفر که در نزدیکی آتش‌سوزی‌های بزرگ جنگلی در کالیفرنیا زندگی می‌کردند نشان داد که آتش‌سوزی‌ها با تغییرات بزرگ در سلامت روان افراد هم ارتباط دارند. سازمان ملل روز سه‌شنبه بر وضعیت وخیم در منطقه ساحلی غزه تأکید و اعلام کرد که بیش از 80% از خانوارهای این باریکه فاقد آب سالم و بهداشتی هستند. در همین رابطه تیم سازمان ملل که در زمینه بهداشت آب و فاضلاب در غزه فعالیت دارد، از شرایط بسیار چالش برانگیز و سطح بالای آوارگی به دلیل ازدحام بیش از حد در پناهگاه‌ها گزارش داده است. استفان دوجاریک اظهار داشت به طور میانگین در این منطقه 340 نفر از یک سرویس بهداشتی مشترک استفاده می کنند و تنها یک دوش برای تقریبا 1300 نفر وجود دارد. وکیل حسن، یکی از رهبران تیم امداد و نجات که موفق شد تمام 41 کارگر ساختمانی را که به مدت 17 روز در داخل یک تونل فرو ریخته در هیمالیا را نجات دهد، اینک پس از گذشت 3 ماه از آن حادثه، خانه او به دستور مقام‌های هندی تخریب شده است. این عملیات پس از ساعتی حفاری در میان آوار سنگ، بتون و خاک صورت گرفت و همه این 41 نفر صحیح و سلامت از تونل خارج شدند. خارج کردن مردان گرفتار شده در زیر آوار حدوداً یک ساعت به طول انجامید و کارگران بر روی برانکاردهای چرخدار از طریق یک لوله فولادی به عرض 90 سانتی متر بیرون کشیده شدند. وکیل حسن در پی این اقدام تحسین برانگیز به عنوان قهرمان ملی در هند شناخته شد. این امدادگر مسلمان و قهرمان ملی هند در رابطه با علت تخریب خانه خود میگوید این اقدام فقط به دستور مقام های هندی صورت گرفته که او مسلمان است.